سلبریتی ها و افراد مشهور نه تنها زندگی و وقایع روزمره‌شون زیر ذره‌بین مردم و خبرنگارانه، بلکه حواشی مرگشون هم همیشه پر سر و صدا و جنجالیه. در این میان اگر اون فرد مشهور محبوبیت زیادی داشته باشه یا به مرگ طبیعی یا در سن بالا فوت نکنه، داستان‌ها و شایعات زیادی در بین مردم نقل میشه. با ما همراه باشین تا 5 مورد از مرموزترین مرگ سلبریتی ها رو با هم مرور کنیم. سلام، به کانال مدلادن خوش اومدین. لطفاً اگر از این ویدیو خوشتون اومد، یادتون نره که حتما لایکش کنین و برای دیدن ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوبمون سابسکرایب کنین. بریتانی مورفی. بریتانی آن برتولوتی در سال 1977 در آتلانتا به دنیا اومد. اون وقتی که 2 ساله بود، پدر و مادرش از هم جدا شدن و مورفی با مادرش بزرگ شد. بریتانی نخستین بار در سال 1991 در یک مجموعه تلویزیونی بازی کرد. اون همچنین با بازی در فیلم بی سرنخ به شهرت رسید. مورفی در فیلم‌هایی مثل تازه ازدواج کرده، 8 مایل، شهر گناه، دختر، از هم گسیخته، سوار ماشین با پسرها و دختران بالا شهری ایفای نقش کرده. در اوایل سال 2000 مورفی وزن زیادی کم کرد که منجر به ایجاد شایعاتی درباره اعتیاد او به کوکائین شد. در مه سال 2007 بریتانی با یک فیلمنامه نویس به نام سایمون مونجاک ازدواج کرد. مورفی در 3.5 سال آخر زندگیش به همراه مونجاک و مادرش در یک خانه زندگی می‌کردند. ساعت 8 بامداد روز 20 دسامبر 2009 مورفی در حمام خانه خودش غش کرد. بعد از دقایقی آتش نشان‌ها به محل رسیدن و اون رو به بیمارستان منتقل کردن. اما اون قبل از رسیدن به مرکز پزشکی در اثر ایست قلبی درگذشت. روز بعد از مرگ مورفی کالبو چکافی انجام شد، ولی علت مرگش رو اعلام نکردن تا اینکه در تاریخ 4 فوریه 2010 مرکز پزشکی قانونی لس آنجلس اعلام کرد که علت اصلی مرگ اون بیماری پنومنی به همراه عوامل ثانویه از جمله کمخونی، فقر آهن و مسمومیت دارویی چنگانه بوده. هرچند که این دلایل به خودی خود کمی مشکوک بودند، اما داستان وقتی پیچیده تر شد که کمتر از 1 سال بعد در 23 می 2010 جسد همسر مورفی، سایمون مونجاک، در همان محل پیدا شد و چندی بعد علت مرگ وی را پنومونی حاد و کمخونی شدید اعلام کردند. بعد از مدتی و با اصرار طرفداران و فشار مطبوعات، پلیس وارد عمل شد و در نهایت اداره بهداشت لس آنجلس وجود یک نوقارچ در خانه اونها رو دلیل اصلی مرگشون اعلام کرد که این خبر مورد انتقاد بعضی از کارشناسان قرار گرفت. ناتالی وود. ناتالی وود در سال 1938 در سان فرانسیسکو به دنیا اومد. اون نخستین بار در سال 1943 در فیلم سرزمین شاد بازی کرد و به عنوان بازیگر نوجوان در فیلم معجزه در خیابان 34 خوش درخشید. وود با بازی در نقش مقابل جیمز دین در فیلم شورش بیدلیل تونست نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن بشه. این موفقیت راه اون رو برای گذر از قالب یک بازیگر نوجوان هموار کرد. اون دوران موفقیتش در دهه 60 میلادی رو با حضور در فیلم‌هایی مثل باب و کارول، تد و آلیس ادامه داد. وود در آثار تلویزیونی هم ظاهر شد و در سال 1979 به خاطر بازی در فیلم تلویزیونی از اینجا تا آخرت برنده جایزه گلدن گلوب شد. ناتالی در سال 1957 با رابرت واگنر ازدواج کرد و در سال 1962 از اون جدا شد. اما اونها 10 سال بعد در سال 1972 دوباره با هم ازدواج کردند. جسد ناتالی وود در نوامبر سال 1981 در چند صد متری قایق تفریحیشون پیدا شد. پلیس علت مرگ ناتالی رو غرق شدن بر اثر حادثه اعلام کرد. اما با توجه به نزاع اون با همسرش ساعتی قبل از مرگ و کبودی‌های نمایان روی بدنش، گمانه‌زنی‌ها در این باره هیچ وقت پایان نیافت. ناتالی چطوری داخل آب افتاده بود؟ چرا کسی به کمکش نرفته بود در حالی که ملوان و همسرش هر دو در قایق حضور داشتند؟ مرلین مونرو.
مریلی مونرو در روز 1 ژوئن 1926 در لس آنجلس به دنیا آمد. اون از کودکی زندگی پرفراز و نشیبی داشت و از اونجا که مادرش برای نگهداری از اون صلاحیت لازم رو نداشت، مریلی نزد خانواده‌های متعددی بزرگ شد که تأثیرات مخربی بر روان اون داشت. مونرو در سال 1953 در فیلم چگونه میتوان با یک میلیونر ازدواج کرد درخشید و بعد از اون به کمک جذابیت‌های جنسی و طنزپردازی خوبی که داشت به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کرد. زندگی اون روی پرده یک زندگی رویایی بود که هالیوود برای مردم ساخته بود. اما در دنیای واقعی مشکلات و تفاوت‌هایی داشت. برای مثال می‌دونیم که از اختلال دو قطبی رنج می‌برد و دوره‌های افسردگی و شیدایی پیاپی رو می‌گذروند. آخرین حضور برجسته مریلی مونرو در انظار عمومی به 19 مه 1962 برمی‌گرده که اون در مراسم جشن تولد جان اف کندی بر صحنه حاضر شد و ترانه معروف تولدت مبارک آقای رئیس جمهور رو در حضور اون اجرا کرد. مریلی مونرو در تاریخ 4 اوت 1962 در کالیفرنیا درگذشت. علت مرگ وی مصرف بیش از حد داروی خواب‌آور ذکر شد. اما ادعاهای مبنی بر وجود یک توطئه و مجموعه حوادث اسرارآمیزی که منجر به مرگ وی شد، همواره بحث برانگیز بود. عده زیادی از اطرافیان شهادت می‌دهند که مریلی در چند هفته منتهی به مرگش اوضاع مناسب و خوبی داشته. عده زیادی ارتباط اون با برادران کندی به ویژه رابرت کندی رو عامل این قتل میدونن و شواهدی مانند حرفای مونرو درباره پی بردن به رازی که دنیا رو تکون خواهد داد یا رفت و آمد رابرت در شب مرگ به خانه اون و همچنین ناپدید شدن تمام اسناد پلیس تنها چند روز بعد از تشکیل پرونده همه و همه به این احتمال دامن میزن. توپاک شکور. توپاک در 16 ژوئن 1971 به دنیا آمد. آفنی مادر اون عضو گروه پلنگ‌های سیاه بود. گروهی در حمایت از سیاه‌پوستان ساکن آمریکا. وقتی که اون باردار بود به علت بمب‌گذاری به 30 سال زندان محکوم شد ولی بدون وکیل از خودش دفاع کرد و یک ماه قبل از تولد توپاک تونست از زندان آزاد بشه. توپاک هم طبق عقاید گروه پلنگ‌های سیاه بزرگ شد. اون به همراه مادر و خواهر ناتنیش در فقر رشد کردن و به محله‌های مختلف نیویورک پناه می‌برد. به همین دلیل ارتباط زیادی با مردم نداشت و همیشه به فکر شعر گفتن و نوشتن خاطره بود. در 15 سالگی در مدرسه هنر قبول و تبدیل به یک شاگرد دوست داشتنی شد. همونجا بود که اولین قطعه رپ خودش رو ساخت. توپاک بعد از تماشای یک مسابقه بوکس با شلیک 5 گلوله از یک خودروی کادیلاک مشکی در تاریخ سپتامبر 1996 مورد اصابت قرار گرفت و بعد از 6 روز هنگامی که تنها 25 سال داشت از دنیا رفت. حد زده میشه افرادی که به اون شلیک کردن از افراد مربوط به گانگسترهای ساحل شرق یا ماموران FBI یا حتی افرادی بودن که در گذشته با هم دچار اختلاف شده بودن. با وجود گذشت زمان نسبتاً زیاد از این واقعه، پلیس لاس وگاس همچنان به صورت رسمی این پرونده رو باز نگه داشته. درباره عاملان قتل اون هنوز هم اختلاف نظرهای زیادی وجود داره. تا حدی که حتی برخی بر این باورن که اون در قید حیاته. فرانسیس دایانا. دایانا در 1 ژوئیه 1961 در شهر کوچک ساندرینگهام به دنیا آمد. در 1977 اون به قصد تحصیل در یک مدرسه تکمیلی دختران به سوئیس رفت. حدوداً اون زمان بود که شوهر آیندهش رو که درگیر رابطه‌ای با خواهر بزرگترش سارا بود برای اولین بار ملاقات کرد. دایانا در شنا و غواصی خوش درخشید و بعد از اون به یک مربی باله در باله سلطنتی مبدل شد. برای مدت طولانی مشغول به رقص باله بود اما با افزایش سن قد نسبتاً بلندش برای این کار مناسب نبود. شاهزاده ویل سالهای متمادی با لیدی دایانا آشنایی داشت اما برای اولین بار در تابستان 1980 به طور جدی و به عنوان عروس خودش به اون نگاه کرد.
در اون زمان اونها در یک آخر هفته در دهکده مهمان بودن و با هم بازی چوگان رو تماشا کردن. این رابطه مدتی ادامه پیدا کرد تا جایی که چارلز از دایانا برای مسافرت با کشتی در یک آخر هفته دعوت کرد. سرانجام اونها به لندن بازگشتن و شاهزاده در فوریه 1981 از اون خواستگاری کرد. شهرت و محبوبیت دایانا و چارلز باعث شد تا کوچکترین کارهای اونها هم توسط رسانه‌ها و پاپاراتزی‌ها پوشش داده بشه. این دو از سال 1992 جدایی از هم زندگی می‌کردند، اما سرپرستی فرزندانشون رو به صورت مشترک بر عهده داشتن. فرانسیس دایانا در سال 1995 در یک برنامه تلویزیونی پرده از نگرانی‌ها و مشکلات درونی خانواده برداشت و از فشارهای رسانه‌ای و اجتماعی که بر وی بود گلایه کرد. اون علت به وجود آمدن این مشکلات رو کامیلا پارکر بیان کرد و گفت که در این ازدواج 3 نفر حضور داشتند. سرانجام دایانا و چارلز در سال 1996 با پیشنهاد ملکه رسماً از هم طلاق گرفتند. دایانا در اواخر عمرش تصمیم به ازدواج با فردی به نام دودی الفاید گرفته بود. هرچند که این ازدواج هیچ وقت صورت نگرفت، چون در 31 اوت 1997 دایانا در یک تصادف شدید رانندگی کشته شد. دایانا اون شب به همراه نامزدش الفاید و رانندش برای فرار از دست عکاسان از در پشتی هتل خارج شد و قصد خروج از پاریس رو داشت. اونها در یک بنز لیموزین در تونلی در پاریس مشغول به حرکت بودند که ماشینشون به دلیل سرعت زیاد و عدم کنترل راننده با دیواره تونل برخورد کرد و راننده و الفاید به سرعت جان باختند. بعد از تصادف به نظر نمی اومد دایانا صدمه جدی دیده باشه، اما یک بار در آمبولانس دچار حمله قلبی شد و در بیمارستان هم بر اثر خونریزی ریوی و مغزی درگذشت. تنها کسی که در این میان جان سالم به در برد محافظ شخصی دایانا بود. بسیاری از مردم این تصادف رو از پیش تعیین شده میدونن و دلایل زیادی هم براش ارائه میکنن. از جمله اینکه دایانا خودش پیش بینی کرده بود که کاخ سلطنتی در حال چیدن دسیسه‌ای برای از بین بردن اونه. همچنین برخی میگن که دایانا باردار بوده و خانواده سلطنتی مخالف این بودن که عروس سابقشون از یک پاکستانی تبار بچه‌ای داشته باشه. همچنین گفته شده که راننده 3 برابر بیشتر از حد مجاز نوشیدنی الکلی مصرف کرده بود و این برای یک راننده حرفه‌ای رفتاری کاملا دور از انتظار به شمار می‌رفت. ممنونیم که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید. یادتون نره که اگر دوستش داشتین حتما لایکش کنین و نظراتتون رو زیر همین ویدیو برامون کامنت بذارید.